بسم الله الرحمن الرحیم سلام ببین، یه چیزهایی از بالا درست میشه به پایین یعنی تو تصمیم گیری ها اینا ولی خیلی چیزها از پایین به بالاست یعنی خودمون با مطالبه گری پرسش گری و و به ایجاد حرکت های اجتماعی سوق دادن مسئولین به سمتی که ما میخوایم براشون به امتیاز ویژه میشه فکر کردن به اون قضایی اینها به قول طرف مردم شد مثلا یه مثال بزنم الان تو دور انتخابات اینا که رأی ما رو میخوان میبینیم خیلی وقتا پاسخگوان خیلی وقتا مثلا جواب میدن ادای لاقل مردم در میارن عکس با مردم بودن در میارن عکس میندازن که مثلا تو مردمن جواب میدن پاسخگوان آی ما برا مردم اومدیم آی اومدیم فلان کنیم خب این مثلا من خودم چون الان دنبال اینم که یه چیزی دارم میگم مثلا این ساز و کار انتخاباتی اینجوری نیست مثلا شما میگی آقا تو فلانی مثلا فوق دکتر چه دکترای فلان داری بعد رأی تو با یکی که مثلا هیچ سوادی نداره هیچ فهمی نداره با یه چلو کباب مثلا رأی میده رأی تو یکیه این سیستم فلان من میگم اتفاقا برعکس تو اگه فهمیدی تو اگه میتونی خیلی کار سختی هم هست اگر چیزی شما بیا مثلا تو فک و فامیل رفیقات آشنات دونم کانالت فلانت لیست خودتو افرادی که تو به قول چیز داری و معرفی کن تو مثلا چند تا رأی داری اینجوری این خودش یه حالتیه دیگه یه خودش یه حالتی متوا ما همه چیزی نیم که یه جایی هم کار خودمونه خودم و وارد چین دست بگیریم اینجوری مفهوم میشه مثلا من الان که دارم سعی میکنم به لیستا نگاه نمیکنم یعنی لیست نامزدا رو میبینم نه لیست هایی که دادن مثلا این چند تا فلان سعی میکنم خیلی سخته خیلی سخته برای من با این چیز چیز البته ولی من دارم اون مرحله سخته رو انجام میدم شما میتونید از لیست های موجود فکر کنی از لیست های موجودی که به دادن مثلا حداقل لیست رو معرفی کنی خب میتونی به هر حال تاثیر بیشتری داشته باشی نسبت به فهمت پس این از این طرف اما من چون میخوام سعی کنم یه داره اون نقطه سخته رو بگیرم به قولی من رو دوش خودم احساس میکنم به عنوان کسی که مثلا از سرمایه این کشور استفاده کرده مدرسه این مملکت به قولی با پول مردم ابتدایی راهنمایی دبیرستان دانشگاه مدارس دولتی اینا با امکانات این کشور چیز کرده بعدش هم حالا اونور رفته بالاخره فرق نمیکنه به هر حال یه اگر سوادی اگر چیزی فهمی فلانی چیزی اگر چیز کرده باید مثلا رو دوشم میبینم این قضیه رو باید به یه تلاشی روی این قضیه بکنم سعی میکنم دونه دونه تو این جاهایی که میتونم سه تا دو حوزه ای که مثلا رفیقی باشه آشنا باشه حالا من خیلی تو ایران تنها مثلا رفیق اونجوری اینا دیگه ندارم قدیم و فلان ولی تعداد خیلی کمی که باشن حالا آشنایی فلان اینها بتونم یه میدونم مثلا اونایی که نمیدونن اصلا چی کار باید بکنن یه تاثیر اینجوری داشته باشم دو اینکه میتونم اگر یه آدم مفیدی پیدا کنم بتونم معرفی کنم برای همین نگاه میکنم تو بعضی ها اصلا نیستن خب نه کنشگره اجتماعی داره نه توییتر این ویراستی ایتایی هیچی نداره سه تو فضای مجازی نیست درگیر کارهای خودشه من اونا مجبورم که بگذرم چون شرایطی که من بتونم اطلاعات ازشون کنم اینه که طرف باشه یه نظری باشه خلاصه میگم اونایی که مثلا میتونم این نشتایی داره نمیدونم چیزی داره فلانی در نگاه میکنم اینام موزه تو شرایط مختلف شیه بعضی وقتا مثلا فلانی میبینم مثلا سایت داره دفترش زنگ میزنی فلان میکنم مثلا صحبت کنم بپرسم حالا گاهن نیستن ولی مسئول دفتره الان جواب میدن فلان یا این همین جوابگوییای الان میبینی چه خوبه چون ریم میخوان دیگه اینو ما باید اگه بتونیم ادامه بدیم برای بعده انتخابات هم هفته بعدش آقا اینو من فلانی به تو رأی دادم زنگ بزنم قصد خودمو بگم آقا شما الان یه هفته است تو مجلسی چی دیدی اولویتات الان چطوریه فلانه بپرزم مجبور عادت کنن به جواب دادن ببین عادت نمیکنن میشن مثل چی؟ میشن تو مردم بودن پاسخگو بودن اینها اینها میشه شعارهای انتخاباتی اینا میشه عکس اندازی واسه مردم ولی ازشون که میپرسی الان یعنی تو همین فضای رسانه ای اصلا جواب آدم حسابات نمیکنن جواب بدن با توجیه های خاص خودشون حالا این مثلا این توجیه های خودشه این چیزای خودشه دعوای سیاسی فلان یا نمونه آوردم ما. مثلا فقط مثلا قالیباف اینا نیستا مثلا آقا مگه نمیگیم ما تو مردم باشیم رئیس جمهور تو مردم باشه آید نمیدونم زخم بستر گرفتن آقا مگه فضای رسانه ای الان مردم نی آقا من سوال دارم مثلا بعضی ها جواب میدن اینا بهتون بگم اینایی که آشنا نیستن البته من تا الان فقط یک نفر و یک نفر رو فقط پیدا کردم که میگم آقا چش به خیلی هم حال کردم خیلی مثلا خوشم اومد یه نفر پیدا کردم از حوزه کرج حالا فعلا سوال پرسیدم جواب بده حتی همون یه نفرم هم بدونم احتمالا بیام بگم آقا مثلا بچه های کرج اینو چیز بدن یا مثلا بچه شهریار اینو بگم بچه های تهران و, و, و قلسان خانه اینها مثلا اینجوری مثلا معرفی میکنم در حدی که بتونم حالا یا تو چیز یا مثلا فضای عمومی ولی مثلا من خب وقتی که میبینم آقا شما مجری یه جایی مثال میزنم که هی با مردم به مردم بودن میکنی تو مردم بودن و مثلا موشی یه جایی من بارها راجع به صدا برداری آقا این صدا شبا کم و زیاد میشه دیوونه کرد ما رو چه یه مسترینگ که چیزتون مشکل داره چیزتون یه به قولی داینامیکش زیادی یه بار جواب نمیدن تو چیزی که هیچ پخی نیست و الان هم هیچ پخی نشده هنوز مثلا اونقدر حسابت نمیکنه که جواب بده سوال درست آمومان سوال دارم تو نظر راجب مثلا اتبا چیه راجب مرز چیه راجب دیوار چیه راجب کچ چیه؟, چیه که به رعی بدم این حالت البته میدونم مال اونا هم از اون طرف هم باید ببین اونا هم نمیتون جواب همه رو تک تک و اینا بده اینا هم هست البته قبول ولی میخوام بگم از اینجاها ما باید شروع کنیم که طرف بترسه الان مثلا من زدم هم هشتگ زدم اصلا باید بترسی آقا نکنه بیان بگن ببین جواب نداد همین پرسش نامه دو تا مسئله رو چند تا مسئله رو میخوام بگم با من حوصله کنید بمونید ببین مثلا یه چیزایی هم فرهنگیه دیگه یه چیزایی بس فرهنگیه بس مسئله بذارید اینا رو بردارم اینو صحبت این مهمه ببین یه چیزی ما فرهنگی مونه یه مثال میزنم مثلا شما فکر میکنی آقا شما مثلا به شایسته ای میرسی داریم تو تفکرات همه است الان یه روزی یکی میاد منو کشف میکنه حمایت میکنه میگه به بچه حرف خوبی زدی فلان میکنه یا هم میتره کنم یا ها فلان میشم یا نمیدونم فلان جا میاد مثلا فوتبال بازی میکنه تو کوچه مثلا فلان کس میبینه یا ها کشفت میکنه میری میشی ستاره فوتبال فلان نمیدونم بازیگری یا ها مثلا یکی رد تو فلان تاعتری چه فلان جای میاد مثلا فلان تستیو میگیره کشفت میکنه مثلا میبرتت چین ببین یه چیزی بهت بگم اینو خوب بدون هیچ کی هیچ کی هیچ کاری برات قرار نیست بکنه چه تو عرصه تنهایی و فردی چه عرصه اجتماعی خودتی فقط خودت و خودت تو زندگیت حالا میبینی تجربه میکنی ما هم خودمون هم در حال تجربه ایم هر وقت چشم به غیر داشتی به جز خدا زمین میخوری هر وقت یکی اومد کشفت کنه فلانت کنه بمان کنه بیچارت میشه بیچاره میشه اول آخرش اینه این واقعیت دنیاست و هیچ کی تاج ببین الان تو هم بچه های تحلیلگر ویدیو اینا نگاه اینا فکر میکنه مثلا میان مثلا حمایت فلان نه آقا حسودیشون میکنه یا میخوان تو به جان نرسی فلان میزنن تخریب میکنن فلان میکنن تو لیست هم همینه تو چیز هم همینه یارو مثلا نظر تحلیل برمیداره جواب چیز میگیره نمیدونم خودش مثلا چیز میکنه بعد از اون طرف مثلا یا انکارت میکنن یا تخریبت میکنن من اتفاقا از حالا ویدیو قبلی حرف زدم میدید اومدم چیزش رو گذاشتم طرحهای انتخاباتی دکتر میده تاری در انتخاباتی هم دادم دکترم اصلا کاندید نیستم دروغم نگفتم ها ولی چون اون چیز رو چیز کرده بودم بهتون گفتم الان یعنی یه اشاره کردم بعضی اومدم بابا من فرزن رو جواب دادم که مثلا فرض کنید من یه کاندیدام میخوام این پرسشا رو جواب بدم اتفاقا لجشون رفتم نو... بنرم نوشتم طرح اه... فلان این چیزا پیش میاد الان نگاه کنید من, مثلا من ایران که اومدم چند نفر چند جای مختلف اومدم آقا شما یه توانایی داری فلانی داری ما میخوام همشون دستم رو گذاشتن تو هنه یعنی ولی مخصوصا یکیشون که من روش پرنام ریزی کردم اصلا قرار بود به کار چیزی انجام بدم تو زندگی خودم فلانی من گفتم آقا بیام برم واسه وطنم این کار رو بکنم هیچ خبری نشد اصلا انگار به چکت هم نیست با زندگی یه آدم بازی میکنید طرف فدا میکنه خودشو ولی از این ور اینا هم بقولی ولی بازم به ذهنم میرسه خود منم بازم یادم میره میگم که آقا شما بدقلی رسم دنیا شده رو حرف هیچکی نمیتونی حساب کنی و بنابراین ساز و کارهای سیاسی هم همین باید باشه و ما این مطالبه گره ببین اگرم نکنیم اینا راه میارن ببین اینجوری جمع کرده این جمعیت رو ببین جمعیت رو ببین. کسیه که مثلا ببین چقدر خرج کرده چقدر جمعیت آورده چقدر بخواد چیزش چیزشو بده اون یکی این جمعیتاشون رو ببین چجوری میان اینا پخی نمیفهمن و, و این که حالا اینا جواب نمیدن حالا این وایسادم جواب مثلا این یه دونه رو امروز زدم وایسادم جواب بده چون روش مخواستم چیز کنم نظری داشتم از افراد معروف اینها ولی یک چند نفرم که چیز کردم تو اینش داینا مثلا یکی جواب داده حالا دوباره سوال دیگر هم میخوام چیز کنم اتا هم یه دونه رو فعلا یا مثلا کلا یه دونه رو بگم چون به نظرم میچربه و اینه باید ببین هرچی از اینش میترسه میگیم نکنه اینه باید بره فلان بشه بمان بشه من هیچ کیه هیچ چیه فلان الان فکر میکنن با یارو زد و بندی دارم همینجوری دارن حرف در میارن بابا میگم ولی خب می چاره ای نداره یه مثال دیگه بزنم ببین شما در و تخته جوره مسئولین هم خودمونیم خودمونم مردمم خودمونیم حکومت خودمونیم همه چی خودمونیم ببین الان شما همین ویدیو منو اگه لایک کنی سابسکرایب کنی کانالو داری کنشگری مجازی میکنی شاید هم حواست نباشه شاید مثلا لایک کنی بد باشه شاید لایک نکنی بد باشه مثلا شما داری جریان سازی رسانه ای می میکنی دیگه داری یه موضوعی که باعث میشه بالا بیاد به اندازه یه لایک رای, رای هم همون فضای مجازی هم همون مثلا شما میتونین یکی چیزو، چیز و چیز ترکیبی میزنه اونو یه لایک کنی مثلا یه ذریبی بهش بدی بیاری بالا جریان رسانه‌ای مجازی جوری باشه که آدما برن دنبال اونجوری لایک بفروشن اونجوری مخاطب بگیرن اونجوری تبلیغات بگیرن اونجوری بالا بیان میتونی بری مثلا نمیدونم دکتر فلان نمیدونم فلان متفکر رو مثلا دنبال کنی یا بری مثلا فلان خزاخیل اینستایی ببین دیگه شاخهای مجازی خزوخیلا چه اتفاقی افتاده دیگه کنشگری اجتماعی صورت گرفته بیشتر دیده میشن بیشتر بالان بیشتر روی اه 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 چه میگن کاوشگرها دیده میشن پیشنهاد میشه فیلماشون بالا میان بزرگ میشن دیگه کسی فکر میکنه آقا مثلا این حرفا این چیزا خریدار نداره میرم دنبال یه چیزی میرم دنبال اون چیزا داری جریان میکنی مثلا همین نمونه حالا دو, دو تا حالت داره مثلا میکنی یکی رو میکنی مثل معیوس نادا اون جریان هم اینا هم داریم کاری نداریم ولی آره از اون طرف شما میتونی بیای بری الان مثلا نگاه کنی آقا چرا یارو میاد فیلم درست میکنه مثلا گیمره حالا گیمر خوبه تازه نمیدونم حالا یه کارهای خاصی نمیخوام مثال بزنم چون خریدار داره این خریداره منو توی یه عده با ندادن یه با مثلا هیچ خونسا بودن نه لایک میکنی نه دیسلایک. یعنی تو نیستی اصلا تو اصلا وجودیت نداری هیچی اما رای میدی رای نمیدی همین دقیقه حالا من مثال نمیخوام دیگه طولش بدم یه مثال دیگه هم باعث فرهنگی بزنم ببین دور قبل این موقع رای فی و یاسر سر و نمیدونم دیامین پور و اینا داشتن آبگوش میخوردن عکسش پخش کردن یادتونه یامین یا پور لیستشون هست شد بعد اینا اومدن بعد چیز وحدت و اینها پیش اومد و این صحبت ها اینها الان ما میبینیم اینا اصلا اختلاف بنیادی با هم دارن من برام عجیب بود دائما مشکل بزرگی که با فی پور دارم هم سر قضیه اقتصاد مقاومتی و اقتصاد بازاره کردم داره تقیه مقیه میکنه اما الان که فهمیدیم احیانا اینا مشکلات شخصی دارن با هم چون ایرانی ها خاور میانه نه اصلا غرب آسیا کل غرب آسیا و اروپای شرقی این حالت فرهنگی پیش اومده که نمیتونیم با هم بمونیم شیم چالش ایجاد میشه دعوا میشه فلان میشه مسئله شخصی به وجود میاد الان تو این شرایطی که اینا دارن میان این اکثر خوب نگاه کن اینا دارن میان بالا چه اتفاق میفته شما این با اون فلان اون با اون فلان چند تا اتفاق خوب هر کدوم هم انجام دادن مثلا تو قضیه فهم گرایش اقتصادی من دارم همون پرسش نام جبرائیلی رو میفرستم واسه اینایی که سوال میپرسم بدونم خیلی خوبه کار خوبی یا کاری که خود رایفی پور راجب قسم خوردنشون و اینا داره انجام میده کار خوبیه ولی خب مثلا میبینی از لحاظ اقتصادی با هم مخالفن جور در نمیاد دیگه دوباره میریم گیر یعنی یه دستی انگار داره این اتفاق میچینه من واقعا برام عجیبه از این آدمایی که تریبونی دارن میتونن ما بابا ما هر جوری فکر کنیم اصلا فایده نداره پنج نفر شش نفر فایده نه که نداره ببخش اشتباه گفت خیلی هم فایده داره باید اتفاقا از همین جایی معروف ها این چیزها رو اتفاقا من شخصا یه وقتایی مثلا قاطعه میام همشون رو مردم به قولی میگم معمولی ها برای من چیز دارن تا اینکه یادشون معروفه دنبالش کنم چون زیادم کسی دنبال نمی و کسی اصلا دنبال نمی کنه و حالا اون یه چیزی یکی این مسئله یکی هم این که آره این جواب سوالا به نظرم همین جا آقا یه نفر الان ما فهمیدیم این چیز اجتماع نگاه نکن به نام خودشون میزن این میاد میگه آقا من سوال فلان سخنرانی کردم من خب همون سوال ما هم سخنرانی کردیم سخنرانی که نه ولی خب حرف زدیم ما نبودیم ایران ما دسترسی ما تریبون نداشت ما فلان نش یا فلان یا هم تو جهش اجتماعی هم شاید گرفته بعضی هم تو این بازی ها میفتن این باعث میشه که این حرف های چیزای چالشی بینمون زیاد شه این میخواد بگه من بودم اون میخواد بگه من بودم این میخواد اینجوری بشید حالا ما ستاره کجا میبرینم هست این آره این خیلی فکر کن بهش عجیبه چه من اصلا دلگیر میشی چقدر ناراحت میشی قصه میخوری از این قضیه و من خودم به عنوان یک کسی که اصلا آدم دارم زندگی شخصی مخصوصا چیز و ارتباط اجتماعی زیادی ندارم با ایرانی ها به خاطر که داشتم حالا اون وری ها مخصوصا ایرانی های خارج نشین و داخلم که دیگه واقعا عجیب غریب شده مسئله فرهنگ صحبت میکنم سرش کل دنیا این چیزاست خب من خودم برام سخته که با یه نفر مدت زیادی رفیق باشم و اتفاقی نیفته دعوامون نشه فلانی نشه اما وقتی که مسئله تو این شرایط شخصی بشه ببین الان من اومدم بعضی رو بعضی وقتا حمایت کردم گفتم بیا امید داشته باش فلان مثلا یارو اومد اولین ویدیواش، اصلا بعد دوباره برگشت فلان الان ما که حالا کار میکنن که مثلا ما یه آوردیمشون تو انتخابات سه اینکار نه انگار ما تاثیری داشتیم تو این چیزش ولی خب بعد میاد اصلا حرفی که میزنه اصلا از پایه میبینی خدای تو اصلا کاش نمی اومدی برو برو با چرت و پرتا چی میگی اصلا پای اساس مشکل داری ولی خب به هر حال نمیزنیمش میگیم این اینجوری ولی اینجا به نفع نباشه میشه این نباشه میشه میشه این میدونی چی میگم مطلوب و مقدورم بهش نگاه میکنیم ولی مثلا میگیم تو همین قضیه کسی چیزی هم ولی نمیدونم نه واسه ولش کن فایده نداره حالا یه صحبتی امام جمعه یکی از این چیزهای نزدیک تهران گفته بود که به کسانی که امتحان خود را دادن در عرصه های مدیریتی پس دادن و بر اثر اشتباهاتشان برکنار شدن رأی ندهید ولی حرف درستی ولی ببین چه دلیلی چقدر نیازه که اینو بگی آقا اشتباه کردن برکنارش گردن بازم میخوای بری به اونا رأی بدی خیلی خور خب چیزی زده بود حالا تو این لیست هایی که من میبینم قبل از اینکه برم راجع به بحث های دیگه حرف بزنم چند تا موردی بگم که باعث میشه روشون منفی بشم تو این آدما و اینایی که میشنون خودشون لاقل بیان لاقل دورهای بعد الان فلان حواستون باشه شما باید باشید تو مردم باشید الان مردم مجازیان تو مردم بودن فقط تو بازار اینا نیست محل خودت نیست مخصوصا حوزه های بزرگ اینجوری تو باید تو فضای مجازی کنشگری داشته باشی باید توی چه میدونم پلتفرم مجازی فلان باشی رزومت باشه چند تا موردی که من باعث میشه نقشه اولا نظامی ها سردار رو نمیدونم با عکس آج قاسم با آشقاسم قاسم عکس انداخته نمیدونم من آقا از آج قاسم از اینه نکنید پشت رهبری قایم میشن پشت آشقاسم قاسم اینا برای من چیه؟ چی میگن؟ به قول این چیزا چیزه رتف، پرچم قرمزه یعنی نه هم اولش نه آفم میکنه نمیدونم مثلا سردار پلیس فلان اینا چون نظامی خودش خوزه یا چیزی اصلا بنا به گفته استراتژی چیز نظامی نه وارد سیاست بشه رو اونجوری بهش فکر میکنم نمیدونم البته معتقدم که خود نظامی حکومت نظامی کارهای بیشتری داره اما معتقد نیستم که نظامی بیاد توی حکومت مثلا توی مثلا کار سیاسی اینجوری انجام بده اینا رو مثلا من نه شخص شخصا اینجوری فکر می‌کنم بعد طرف نگاه می‌کنم می‌بینم هیچی نداره نه اینشتایی نه توییتری نه ایتای می این همین الان اصلا نمی... چیز نیست گیرش نمیاری وای به حال اینکه مثلا یه کاری بشه و هیچ هم نداره نه رزومه ای نه چیزی نمیدونی ازش چرا اصلا باید به کسی که هیچ چیزی ازش نیست رای بدی بعضیا هستن کنشگری دارن که من باش مخالفم میگم نه باز این سگ شرف داره به اونی که اصلا نیست و من اونو قضاوت خونسا رو منفی میدونم خونسا یا از اون اول واسم چیز میشه دو میبینم یارو اومده تو تلویزیون دیدم اومده به عنوان اینایی که پول ندارن و فلانا اینها و نگاه میکنم میبینم اوه یا لمه بنر رو عکس و خرج و فلان هر کی خرج کرده رو اولش بهش میگم نه هر کی پول داره پول آورده خرج کنه که چی بعدا در بیاره دیگه اولش نه مثلا عرف زدنش نوع چیزش مثلا یارو اینها برای من همه ملاکه یکی بعضی هم خب ترهاشون میبینم ترهای خوبی هم. میگم من باید شما رو ببرم بکنم مثلا مدیر ورزشگاه باشگاه فلانجا شما اونجا این برای شما نید خانوم که کلا سخت میگیرم اصلا جامعه فمینیستی شده باید تو حکومت ها این چیزا این کم زن و سیمپی کم بشه بیچاره کرد باید حقوق مرد الان لازمه و اونجوری بهش چیزی نمیکنم خیلی زخم نگاه میکنم وقت مثلا سیمپای گرایش های فمینیسی دارن هم اولش اصلا بتونم میام ردشون میکنم بعضیا ها اولویتاشون ببین خوبه ولی میری میبینی مثلا خرج زیاد داره طرف بومیگرای فر حرف استان و قبیله و اینا رو میزنه برام آف میشه رفته راهپیمایی تصاویر راهپیمایی میکس کرده با فیلم انتخاباتش که مثلا مردم طرفدار اینن خب این همین الانش دروغ داره میگه خب این شالاتانه این جاش مجلس نیست که نه یا میبینم یارو اومده خیلی از این دکتر دکترها عجیبه برای من آقا چطوری شما دفاع نکردی چطوری دکتر میشی دکتر فلان دکتر فلان من میرم میرم تو اصل چیزای رسمی لیست اینا دکتر پشتش ننوشته تو سایتش دکتره تو چیزش دکتر نوشه، فلان بعد دانشوی دانشجوی دکتراست آقا چیه اسمتو مینویسی حوزه ابا امام تنت میکنی اسمت ثبت نام میکنی برای دانشگاه دکتر دانشجوی برای به قولی ساعت دکتر رو بعد میشی دکتر دکتر دفاع نکردی دکتر بشی که همین جوری اسامی اینا خراب شده دیگه چه فرق میکنه حسن روحانی اونجوری دکترا یاد مثلا تا اینجوری دکترا آقا فوق لیسانس داری شما شما کارشناسی ارشد داری بده نه کی گفته بده کی گفته همه چی مدرکه نه اما وقتی یه دروغ داری میگی میای مثلا جناب دکتر فلان بمان این این استفاده و این به نظر من این خیلی خیلی آفه بر من خیلی آفه آقا شما اسمت رو ثبت نام کردی حوزه ابا امامه تنت کردی این اشتباهه این برم همین ثبت کردی دوره دکترا شدی دکتر تا داری میری نماینده مجلسی تو دیگه وقت نمی کنی دفاع کنی دفاع کار راحتی نیست اگر چیز کنی اینا به احتمالا این برای من آفه نه... چیز نمی کنم. من میدونم الان به کیا رنگ ندم خیلی هاشون خیلی سخته چیز خوب الان میگم تو مثلا تو چیزهای ببین تهران قدس شهری ها رو دیدم کرج رو دیدم تهران ریشم، ایران تو پردیس دیدم دیست هر کدوم شونست هزار تا مخصوصا تهران چیز که اصلا خفنه خیلی زیادن مثلا تو این چیزهایی که خیلی کم دیدم ادالت رایت نمیشه قطعا اینها ولی از اسامی معروف میتونم اگه ما آقا من سه نفر از اینا رو آره از اسامی غیر معروف که یه نفر تو حوزه کرج مثلا دیدم آقا دمت پس هم فعلا هات کردم حالا جوابم بده ببینم چند نفر بتونه بشه اصلا برم اونجا رأی بدم چون این برای من الان مهمتر از معروف است چه تعداد بیشتر این مثلا میتونم میدونم رأی بدم اما این یه دونه در طرف اونورم میبینم رقباش هم همه مثلا چیزن رقبا هم همه از این به قولی خرج کرده ها یا مثلا تو سیستم بوده همیشه بعد نمیدونم این سردار اون دو اون پلیس اون نمیدونم فلا ناجا اون فلان البته همشون هم چی جنا تحت علمی خوبی هم دارن نه که بد باشن کلا ولی خب آزموده را آزموده, آزموده. آخه نگاه کن تو همایش ها اینها سردارن اینها سروانن اینها جناب سرها هماش جناب سردار فلان بیا حرف بزن اما تو رایگیری ها دکترن آقای دکتر فلان بیا حرف بزن توی همایش هاشون شیرینی پخش کردن ها که عکس بندازن فلان کنن حجت الاسلام و المسلمین نمیدونم آیت الله فلانن توی رعی اینها آقای دکتر فلان میفهمی منظورم میفهمی استفاده دکتر فلان الان هم که هر که سبتنام کرده شده دکتر آیا آقا دکتره داشتن مزیت نه والا آقا من من دکترم مسافر کشم از به چیزه فهم دارم از این قضیه مثلا فلان سیاست اینا نه ببین همه پتم هم ریختم دارم جزئیات حکمرانی حرف میزنم دیگه آیا به اندازه یه کارشناسی کسی که علوم مثلا سیاسی اجتماعی خونده میفهمم نه من مطالعات خارج از تخصصم بوده دیگه اما مب... مسئله اینه دیگه ببین شما میای مثلا چیز میکنی میای مثلا همایش میشی و الاسلام فلان جایی که نیاز به رعی من چون اینم چیز ادراک درست شده این برات میشه مثلا یه نمونه مثال بیارم البته این این صبح چیز رایفی پور هم هم برای اون لیست نهاییشون حواسشون به این چیزا باشه ببین این البته ویراستی ها ایتا هم داشته تا توییتر مویتر اینا نداشت اونم نرم افزار بلا اینا میخواست و سایت نمیشد دید و اینا مثلا سخت بود چیزا اینا مثلا من مثبت بود برام از صحبت هایی که طرف توی حالا چیز کردم که معلوم نشه که بالاخره مثبت بود نظرم تو صحبت هایی که تو تلویزیون کرد اما کجا برام آف میشه میفهمم آقا حرف و چیز فرق میکنه ایارش دستم بیاد نوشته بودم چی گفته یادم نمیاد دقیقا خیلی زیادن تعداد زیادی رو نگاه کردم اه... یادم این چی گفته بود که برام مثبت شده بود برام ببینم کیه ولی بله خب بعد مثلا اومدم دیدم صحبت چیزم اومده تو چیز رایفی پور هم منتظر صحبت ایران فردا اومده و مثلا شب قسم اینا هم خورده ولی بله خب مثلا می‌بینی آقا این همه دکتر مکتر تو بند چیزات زدی بعد می‌بینی آقا طرف فوق لیسانس رشته علوم سیاسی داره حالا در مرحله دفاع رساله نمیدونم رساله دکتراش یا رساله عرشده هر کدوم باشه دو دکترا نداری دکتر 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 خودش دروغه خودش تزویره بعد برام عجیب میشه بعد حالا میام میبینم سوالی که جواب داده چیه مهمترین مشکلات حوزه انتخابی شما چیست در صورت پیروزی و فلان حضرت تالی جای در مجلس چیست درسته پیروی در صورت در پیروزی در انتخاب قانون یا قوانین اولویت داره حضرت عالی جهت تصویب در مجلس چیست؟ اصلا کلا خود این سوال مشکله اینو دارن باب میکنن و با, با حوزه انتخابیه به نماینده چیز قبیله گرایی نیست که باید در سطح ملی فکر کنه اصلا خود این سوالا رو من چه دارم اونا باید همون کار شورای شهر و چیزا اینها یعنی کلا صداسی ما هم سوالش اینه من حالا نوشته عدم بهرهمندی از ظرفیت موجود استان در زمین های صنعتی منابع انسانی و فلان کمبود امکانات فرنگی ورزشی تفریحی درمانی بهداشتی کمبود آب کشاورزی صنعتی هیچ کدوم این مشکل‌ها رو نداره اینجا می‌بینی؟ کم بود فرنگی و ارزش کرج چیز نگاه میکنن هر جا میرین دوتا کچه نمیدونم باشگاه نمی ورزشی دیگه چی میخواد زمین فوتبال تو تهران باشه باید بری تا سه سبیل یه زمین جوان پیدا کنی اینجا نمیدونم این توی کرج مثلا هست دیگه من تا مختلف دسترسی داری تهران سخترم از تازه البته تهران من شهر محروم ایرانه چیز دوره نمیتونیم کوچیک بچه نمیتونه نمیدونم سینما میخورایی نمیدونم بام گرنج می چی نداره این این خر کنه. این مخاطب این رای خر کنه. رای ده خر کنه واسه هم آف میشه مهمترین موزلات و مشکله... مشکلات ملی و فراملی از دیدگاه از اتحالی چیست به مشکلات حوزه انتخابی شد اینا پول ندارن بودجه ندادن فلان ندادن بهرهمندی از ظرفیت ها نشده اینا همه هم بومیگرایی میکنن اینا مدیر بومی نیوردن، مدیر مثلا فلان آوردن. تو فراملی که میشه چیه سوء مدیریت تنبلی و کرختی مسئولین عدم فهم صحیح مسائل و مشکلات مردم تو خودت فهمیدی عدم درک درست از شرایط کنونی ساده اندیشی و ساده انگاری تو خود ساده اندیش و ساده انگاری دیگه اینجا جواب دادی بیا اصلاح پیگیری برخی از قوان... مهمتر اهداف شما از نامزدی در انتخاب چیه اصلاح پیگیری برخی از قوانین بر زمین مانده نظارت بر عملکرد قوا و تلاش در جهت اصلاح تلاش اصلا... تلاش در جهت اصلاح تلاش در جهت شناسایی گلوگاه های فساد و ارائه راه ها تصویب قوانین به منظور پیشگیری و برخود این درست این چیز اولویت خوبی منتظر انجام میشه چیز جدید و چیزی هم نیست حالا اون قسمت خوبش آه حرفش هم تو این بارا بود من بهش مثبت شده بودم یه فکر کنم تحریه چیزی داشت اما این عقب موند و زمین موند و تلاش در جهت تلاش اینا میشه شوهر، برام آف میشی مثلا مثال بود یا اینکه بیای مثلا عکس تو با حاج قاسم تو لباس نظامی انداخته باشی فلان جا مثلا نشستی تو فلان نماز جمعه فلان نمیم یه چیزی انگار یاره، قاره حاج بودی یار قاره حاج قاسم خلاصتون کنم یار قاره حاج شهیدیه که بغلش دفن شده تمام یار قار حاج قاسم اون بچه که با به قولی تو سوریه و فلان و اینا جلو گلوله وای زده تو سیاست نیست داداش من نظامی سردار و فلان اینا تو سیاست میاد بدون یار قاره حاج قاسم نیست اگه یار قاره حاج قاسم سردار اجازیه سردار مثلا چیزی که الان داره تو نظام تو جای چیز داره تلاش میکنه اینی که ازش تعریف کرده خاطره گفته زبان دیپلماتیک استفاده کرده نیست شما من خلاص حالا این خودش یه وعدایی داده فلان این داده اونا رو حرف زد حرفم اون نیست حرفم اینه که آقا شما الان اینا چیه جواب میدی اصل اون مسئله تون مسئله که سوالی که ازت پرسیدن چرا جواب نمیدی این توجیهات علکی زمینت میزنه سی دقیقه شد همینجوری ما تحت چیزی این الان هیستوری چی میگن سابقه تاریخ کانالم بعد از اون قضیه ریخته نمیتونم لینک خارجی بذارم قصد داشتم یه بار بیام مثلا طرف نظر اینکه خوبه یا نه چون سخت پیدا کردن چیزهای این نامزدهای حداقل سه تا منطقه‌ای که من میتونستم یا مثلا نامزدا فلان لینکه ل... 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 مثلا توییت و اینستا رو بذارم خودت بری بررسی کنی شاید بخوای شاید نخوای برات کار راحت تر میشه این کار چون اصل سختیش پیدا کردنشونه خیلی سخت پیدا کرد آقا نامزد به این چیزا فکر کن تو یه بار به عنوان یه کسی که نمیشناسدت بیا سرچ کن خودتو ببین میتونی پیدا کنی آقا یه فهمی چی به چیه ولی خب نمیتونم لینک تو کانالم بذارم چون کانالم تحت چیز بود و حالا انتظاری هم ندارم مثلا بگم آقا لایک کن فلان کن نه از این شرایط در بیان فلان بابا کن نه نکن تو فردا چیز نشیم صحبت کنیم یعنی قبلا حالا باقیشو میذارم ویدیو بعدی طولانی نشه فعلا